بینندگان و شنوندگان، دیسو هستم با نخستین برنامه پرسش و پاسخ. این برنامه به پاسخگویی و بحث پیرامون سوالهای فرستاده شده از طرف هموطنان گرامی به سایت ایران لیبرال اختصاص داره. برای نخستین برنامه در خدمت آقای دکتر رامین کامران هستم. آقای دکتر، خوش آمدید، وقتتون بخیر. بعدم خدمت شما و بینندگان محترمون سلام عرض میکنم و شروع این برنامه رو که مدیون همت شماست به شما تبریک میگم. سپاسگزارم دکتر عزیز. برای این برنامه بحث و پاسخگویی به سوالهای مطرح شده در رابطه با مقاله هم توتالیتر و هم نئولیبرال در نظر گرفته شده. این مقاله رو جناب عالی در تاریخ 27 دسامبر 2019 برابر با ششم دی ماه 1398 نوشتید. دکتر کامران، ابتدا میخوام خواهش بکنم که در مورد چرایی نوشتن این مقاله در این تاریخ توضیح بفرمایید. چشم. این بحث نئولیبرالی و ورودش به ایران و اینکه آیا حکومت ایران سیاست اقتصادیش نئولیبرال یا نیست و این مسئله که به هر صورت این واقعیت دیگه بحث نداره. تعدادی از اقتصاددان‌ها هستند در ایران که از گزینه نئولیبرال دفاع میکنن چندین سال که مطرحه. قدیم ها من مقاله نوشته بودم راجع به اینکه نفی دموکراسی به اسم اقتصاد، به این مسئله اشاره شده بود. ولی از اینجایی که این بحث این اواخر، یعنی 6 ماه یا 2-3 ماه حتی بالا گرفته، فکر کردم باید این مقاله به طور مشخص راجع به این مسئله بنویسم. این مسئله نئولیبرالیسم و اینکه در ایران چیه و ارتباطش با لیبرالیسم چیه، کیا میگن. این زیاد نپرداختم البته که کیا میگن، احتیاجم نبود اینجا، و خلاصه معنیش چیه و چه موضعی باید در برابرش احیانا اتخاذ کرد. سپاسگزارم. دکتر کامران، ابتدا میتونید یه مقداری راجع به توتالیتر و نئولیبرال که فرمودید توضیح بدید؟ سوال مرکزی مقاله اینه که این مواضعی که در این مباحث اخیر یا در جدل‌های اخیر اتخاذ شده بود خیلی روشن بود. دو قسمت بود. یه عده میگفتن آقا این رژیم توتالیتری در وهله اول، یه عده دیگه آمدن میگن نه نئولیبرال. اونایی که میگن نئولیبرال در حقیقت چپ یا چپ سابق که اصولا هم همیشه تمایل داشتن که این وضعیت رو، نمیدونم اگر بگم نظام اسلامی رو، یه خود تون رفتن چون تقسیم بندی هاشون اساسا سیاسی نیست، اقتصادیه. از مارکس الهام گرفتن و مسئله مربوطه به شیوه تولید و میگن الان در دوران سرمایه‌داری است. بسیار خوب. بعد میگن این حکومت سرمایه‌داری است. بله. وقتی شما اینطوری حرف میزنی، فرق بین این حکومت با حکومت شاه که اونم سرمایه‌داری بود و حکومت فرانسه و حکومت ایتالیا و حکومت امریکا درست روشن نیست. اینا بله. فرق دارن با ما میدونیم. ولی اگه بگید اینا سرمایه‌دارین، وجوه مختلف سرمایه‌دارین، خیلی خوب روشن میشه که کلمه سرمایه‌داری یا مفهوم سرمایه‌داری کافی نیست برای توصیف این حکومت. این چیه؟ این تفاوت‌ها رو باید بتونی توضیح بدی. اون طرف کسی که بیشتر به بچه سیاسی قضیه توجه دارد، که من جزو اونا، چون لیبرالیسم کلاسیک در اصل سیاسیه، اقتصاد دنبالش و فرعش. اینها روی توتالیتر بودنش، یعنی میگن یه نظام سیاسی معینیه که توتالیتر، یا به قول بعضی تمامیت خواهه یا تامگراست. مقصود از نظام توتالیتر چیه؟ این اصطلاح توتالیتر رایج، ولی الزاماً بهترین اصطلاح نیست برای نامیدن یه نظامی که چنین ماهیتی داره. اصطلاح در اصل توتالیته جز ادعاهای موسولینیه. اون نطقه که میکرد مثلا گفت ما دولت توتالیته هستیم، یعنی به همه چی اشراف داریم، تسلط داریم، به همه چی در اختیار میگیریم. یه مقدار لاف زدن بود، خیلی سریع. همچین موقعیت پیدا نشده بود در اونجا، در هیچ جا به طور کامل پیدا نمیشه. به این دلیلی که تناقض ذاتی داره. اون تو توضیح اون خیلی طولانی است در این بحث نمی‌کنم. خب این هم هانارنت معروف گرفت و رجوع چند کتاب نوشت که کلاسیک رو می‌خونن. اینو میگه رژیم توتالیتر. ولی خلاصه رژیم توتالیتر چیه؟ رژیم توتالیتر یه رژیمیه
مسئله نیست که کی حکومت میکنه، چند نفر، چه گروه از جامعه. مسئله هست اینه که ایدئولوژی حکومت میکنه، اونه که بالای همه قرار داره. خب در مورد کمونیست ها میگفتن مارکسیسم، در مورد نازی ها ایدئولوژی بود، البته چون رژیم فاشیستی بود و چه رهبریش خیلی قدی بود. در مورد حکومت ایران هم که میگن اسلامی که در این قطعه حکومت میکنه، مسئله این نیست که این یا اون حکومت میکنن. حرف خمینی هم به کرات روی مسئله تأکید کرد، در خمینی هم همین. خب این ایدئولوژی که ادعاشو میکنن، میگن یه ایدئولوژیست که برای همه چی جواب داره، چون برای همه چی جواب داره، همه چی باید منطبقه با این باشه، همه چی کنترل کنه. خود ایدئولوژی که نمیتونه کنترل بکنه، دستگاه دولتی که کنترل میکنه. یعنی کسی که به ایدئولوژی اعتقاد دارن میان دستگاه دولت رو تسخیر میکنن و میگیرن به خدمت ایدئولوژی. آیا میتونید واقعا ایدئولوژی یا دستگاه دولت همه چی رو کنترل بکنه؟ نه. عرض کردم توضیح میخواد، طولانی است، با جای فرصت دیگه. خود کار در نهایت میشه حرف متناقض، ولی اینکه این کوشش رو میکنه و به همه جای زندگی مردم چنگ میاندازه و دیگه بچه عمومی و خصوصی رو اصلا به رسمیت نمیشناسه، این واقعیت داره. یعنی مسئله این نیست که شما مثلا اینطور رأی بدید یا اونجا اینطوری اظهار نظر بکنید. وارد خونتون میشن، وارد تربیت بچه‌هاتون میشن، وارد رابطه با زنتون میشن، همه اینا که در مورد اسلام هم میبینید با احکام شریعت. خب این مال توتالیتریش، حال دید نئولیبرال. نئولیبرال یه اصطلاحی که در طول تاریخ اقتصاد ظاهرا قول متخصصان بارها به کار رفته، مدتی مد بوده و رفته ها را دوباره مد شده. بعضی همینه که طرفدار همین نوع سیاستی که تحت نام نئولیبرال نامیده میشه هستن، سعی میکنن که بگن اصلا چیزی به اسم نئولیبرال وجود نداره، همون لیبرالیسمه، این چیز بی خودیه، هم چیزی نیست، خودشه، همون اصل نظر که نیست. چرا نیست؟ بخواد یه لیبرالی، حالا از اون فرچ سیاسیش که صرف نظر بکنیم که اصله، وقتی به اقتصاد میرسی البته پایش بر رقابت و بر بازار آزاد. وقتی شما میگید بازار آزاد، بازار قانون باید داشته باشه. اونجای قانون نباشه که جنگله. فیصله. قانون رو کی باید در بازار اجرا بکنه؟ معمولا دولت. لیبرالیسم کلاسیک مطلقا در این مسئله تردیدی نداره. درست؟ یعنی یه نقشی برای دولت قائله، یکی در مورد بازار و در بسیار موارد دیگه که اینها رو نمیخواد به بخش خصوصی واگذار بکنه. این خیلی مهمه. در مورد نئولیبرال ها این نیست. اون ایده کلیشون اینه که دولت اصولا یه دستگاهه، مزاحمه، پول شما رو میبره، اگه بهشون میدون بدی میگن دزده، خلاصه هیچ خدمتی به شما نمیده، نمیکنه. اون خدمات از طریق بخش خصوصی بهتر انجام میشه، یعنی در نهایت بهتر که دولت نباشه. بله، از این بابت خیلی شبیه مارکسیستان در حقیقت، چون اونا خطرشون برای دولت میکشیدن که دولت باید در جامعه کمونیستی از بین بره. بنابراین چون دولت یه دستگاهی است که در خدمت یه طبقه است در جامعه بی طبقه، علت وجودی نداره. اونا میگفتن اینا به ترتیب دیگری میخوان دولت نباشه و این نبود دولت، حالا اونجا که نمیشه رسید و کسی هم نرسید از طریق نئولیبرال، از طریق مارکسیستی هم نرسیده بودن، دولت اتحاد شوروی بزرگترین دولت دنیا بود. ساده اینا میان چه میکنن؟ فشاری که میارن در این جهت که نقش دولت هرچه کمتر بشه در جامعه. مثلا در زمینه اقتصاد هیچ دخالتی نکنه، در زمینه قراردادها کاملا آزاد باشه. مثلا ببینید شما وقتی قانون کار داری، کارفرما نمیتونه هر قراردادی رو جلوی کارگر بذاره و امضا بگیره ازش بگه طبق این باید رفتار بکنی، مثلا روزی 14 ساعت کار کنی. نه، نمیشه. اگرم حتی امضا بگیره، دستگاه قضایی میگه این قرارداد فاقد اعتباره چون خلاف قانون کاره، نمیتونی اینطوری بکنی. ولی اگر اونها رو از بین ببریم، این کاملا باز میشه، یعنی هر قراردادی به هر شکلی معتبر خواهد بود. این یه جهتش. و یه جهت عمده دیگرش اینه که این کوشش هایی که دولت های مختلف و از جمله دولت های لیبرال در راه تعدیل ثروت انجام میدن، در راه این رو یه دست کردن جامعه و کاهش اختلافات طبقاتی انجام میدن، به کلی بی اعتبار شمرده میشه که هیچ کدوم اینا نباید بشه. یعنی دولت نه یارانه میده، نه خدمات اجتماعی میده، نه نمیدونم آموزش پرورش مجانی میده، خلاصه هیچ جواب نمیده. حال عرض کردم اونایی که طرفدار این خطن سعی میکنن بگن که اصلا نئولیبرالی وجود نداره، همون لیبرالیسم به همین نظر که نیست. دولتی میتونه لیبرال باشه، یعنی متکی به بازار آزاد، رقابت و اینها باشه، ولی در جهت تعدیل ثروت هم گام برداره، که اون بسیاری برداشتن، بسیاری هم برمیتونن، اما گروه برداشتن گام بود اینا.
و یک کسی ممکن لیبرال باشه، یعنی با ارجاع به لیبرالی بخواد تمام اینا رو تعطیل بکنه. اون اولی لیبرال، دومی نئولیبرال. خب اون توتالیتریمون شد این نئولیبرال. این دو گروه که با هم دیگه کلان جور میدن، یک بچه سیاسی رو انگوش میذاره میگه اینا توتالیتریان، یکی بچه اقتصادی رو انگوش میذاره میگه اینا نئولیبرالن. بین همشون یه تناقضی پیدا میشه. یک آقا دولت که توتالیتری که همه چی چنگ انداخته و همه چی رو قراره کنترل بکنه دیگه، بعد چطوری همچی دولتی میتونه نئولیبرال باشه؟ نئولیبرال یعنی دولت کم ضعیف، دولتی دائم در حال عقب نشینیه، این که با توتالیتاریسم نمیخونه. نکته که بر من جالب بود این بود که ببینید آقا این آیا واقعا متناقضه یا نه، این دوتا رو میشه با هم جمع کرد یا نه. خب به نظر من جمع شده در عمل. چطور جمع شده؟ اینی که دولت توتالیتر داره، ولی دولت توتالیتر اسلامی هیچ وقت اقتصاد دغدغه اصلیش نبوده. در مارکسیسم اینطوره، اقتصاد مرکز بیشترین تمرکز رونه، خیلی روشنه، همه چی باید ملی بشه، دولتی بشه، نمیدونم به این ترتیب بری جلو، کسی مال اموالی نداشته باشه، ارث اونطوری نتونه بذاره، تمام این حکایت ها. ولی در حکومت اسلامی، در توتالیتاریسم اسلامی، اقتصاد مرکز نیست، مذهب مرکزه. چون هر توتالیتاریسمی در حقیقت اون مضمون اصلی ایدئولوژی شد اون میذاره در مرکز کار، نه که نمیخواد به بقیه چنگ بندازه، میخواد چنگ بیندازه و همه رو با این منطبق بکنه، تمام کوشش هم میکنه، ولی محور یه جای معینی، اون دغدغه اصلی، اونجا که دست به دکی بشه بهتر یا تحت امکان کم باید زد، چون باید با ایدئولوژی منطبق باشه، یک حوزه معینی. برای حکومت اسلامی حوزه اقتصاد اهمیت نداشته، از اول حوزه مذهب اهمیت داشته، قانون شریعت. به همین دلیل هم از ابتدا وقتی این حکومت آمد روی کار در دوران انقلاب، اول یه دوره چپگرایی تون داشت، مصادره و گرفتن و بعد میدونم مدل مثل الگو برداری کردن از کشور اروپا شرقی و از این داستان، خب و یه جهتی ملی کردن اینو تعدیل ثروت این بود درش. بعد از مدتی بخصوص دوره رفسنجانی که آمد خواست اینا رو تعطیل بکنه و مملکت رو ببره به طرف اقتصاد آزاد ببره خودش، که در حقیقت خصوصی شدن نبود، همون خصولتی شدن بود، یعنی یه گروه بیاد بگیره و بخوره و ببره، این قضیه تغییر کرد. اینا رفتن به طرف این که نقش دولت در زمینه اقتصاد کم بکنن، به این صورت که هیچ خدماتی نده دولت به مردم، که مردم دادشون عباس. خب این مورد پسند نئولیبرال هایی بود که داخل ایران بودن و مشورت میدادن و هنوز میدن، و همینطور بانک جهانی که اینو سیاست رو تجویز میکنه در تمام دنیا، صرف نظر نتایجی که ممکنه به بار بیاره. خب این بله. که هم توتالیتری و هم نئولیبرالی، که این توتالیتری چون میخواد همه چی شنگ بده، همه چی کنترل بکنه، از یه محور معین که محور شریعته، برای اون اقتصاد در حاشیه است. او اون اقتصادی که در حاشیه است میتونه سوسیالیستی باشه مثل اول انقلاب، میتونه نئولیبرال باشه مثلا، دوتایی با هم جمع آمدنی. دلیل جمع آمدنش اینی که عرض کردم، اولویت ایدئولوژیک نداره اقتصاد در جمهوری اسلامی. بسیار خوب، پس همونطور که فرمودید اگر من درست برداشت کرده باشم، ماهیت نظام اسلامی هم توتالیتر و هم نئولیبرال هست. ها ماهیتش توتالیتره، ولی نئولیبرال بودنش امر عرضی و گذراست. ممکن از نظر اقتصادی دوره سوسیالیستی داشته باشه سابق، ممکن نئولیبرال بشه مثلا، اون چیزی که ثابته و ماهیتش رو معین میکنه توتالیتر بودنش و امر سیاسی اقتصادی. بسیار خوب، در مورد سیاست و اقتصاد فرمودید، چرا شما اقتصاد رو زیربنا نمیدونید؟ آیا سیاست رو زیربنا میدونید؟ نه، اقتصاد رو زیربنا نمیدونم، خود قطعا جواب نمیده، این ساخته ایدئولوژی مارکسیستیه و جواب نمیده. شما بگید فرهنگ سیاست چه این همه روبناست، اقتصاد که عوض بشه اینم با اون تغییر میکنه. مثال اقتصاد صنعتی که از قرن 19 هم در دنیا پیدا شده و اون چیزی بهش میگن سرمایه‌داری در همه جای دنیا هست، ولی آیا کشورها مثل همه؟ نه. نظام سیاسی مثل همه؟ مثل هم زندگی میکنن؟ یه سال رضایت دارن؟ هیچ کدوم اینا موجود نیست. وقتی خود از نزدیک نگاه بکنید همش تفاوتی، و اگه بخواید بگید که این اقتصاد روی زیر بناست بقیه هم به تناسب این تعیین بشه، میبینید که نه، این اقتصاد زیر بنا یکیه، بقیه به کلی متفاوته. پس این مرجعی نیست که بیاد برای شما تعیین بکنه که چجوریه داستان. تمام این داستانه هم که مدت ها مارکسیست های ما مثلا دنیا میگوزدن قیده به رو خود بود بینم، که با کلید فهم تاریخ رو پیدا کردیم، همه چه توضیح میدیم، آینده رو میدونیم چیه، چنینه چنانه، اینا باطله، ایدئولوژیه، خیلی ساده، اعتباری نداره.
شما نگاه بکنید از نظر تاریخی با این ایدئولوژی چیزی نمیتونید توضیح بدید. در بعضی موارد البته مثلا اقتصاد برخی که از عوامل مهم توضیح تاریخیه، نه به عنوان زیربناها که همینجوری توضیح میده، یه عامل مهم میشه. مبارزه طبقاتی واقعیت داره، در بعضی موارد تعیین کننده است ولی نه به طور ثابت. ایناست. حالا میگی آقا شما اقتصاد قبول نداری، سیاست بگویید اینطوریه. نه، سیاست به این معنا من نمیده. این به قولی که استاده بنده میگه سیاست مسئلهش اینه که بیشترین تأثیر رو بر تمامی رشته‌های حیات انسان میگذاره و بیشترین تأثیر رو هم از همه اینها میپذیر. چرا؟ به خاطر اینکه مفهوم مرکزی سیاست قدرت. خب قدرت مثل یه ارزیه، مثل پولیه، ارزیه که در همه جای دنیا قابل تبدیلی، به همه ارزی قابل تبدیل. حالا عرض مارم چون شما وقتی قدرت داشته باشید در تمام زمینه های حیات بشر میتونید دخالت کنید و دخالت موفقیت آمیز بکنید. موفقیت آمیز به این معنا که کارتون اثری برش مترتبه، نه اینکه این اثر اثر مطلوب و خوبیست. نه ها، زور قدرت این امکان به شما میده. مثال در زمینه اقتصاد ایران نگاه بکنید، قدرت سیاسی تعیین کننده است. برای یه درانت درست میکنه، گمرک حقوق گمرکی رو میبره بالا، اون که رفیقش بخواد بیاره تو حقوق گمرکی رو میاره پایین. یعنی تمام این امکانات میدونی در دست داره، اقتصاد رو از سازوکار عادیش خارج میکنه، خیلی باید، ولی قدرت این رو داره که این کار بکنه. یعنی شکلی بهش میده که میخواد. برای مردم خوب نیست، اقتصادم سالم نیست، ولی میتونه بکنه. در مورد مذهب وقتی قدرت وارد میشه، قدرت های مدید اینطوری بود دیگه، الان مذهبی ها اومدن بالا، ولی این بود که قدرت سیاسی انتخاب میکرد و تا حد امکان تحمیل میکرد که چه گفتار مذهبی خوبه. طبیعتا اونی که او رو تایید میکرد میپذیرفت، وگرنه پس میزد. در بین مراجع تقلید کیا میدون میداد در ایران؟ اونا که با قدرت همراهی میکردن. خیلی مهمه اینا، یعنی تاثیر میذاشت روی سازوکار مذهب و گفتار مذهبی، از منطقش خارجش میکرد. این قبول دارم، ولی میتونست بکنه. قدرت اینه. یا در هنر ببینید، در زمین هنر هنرمندانی که آثاری تولید میکردن که مطابق میل حکومت نبود، اجازه گرفتاری داشتن، سانسور کمتری شد، ممکن بود زندان بره بگیرن، اجازه برداشتش بگیرن، اجازه در سرش باز کنن، امکان انتشار آثار بهش نمیدادن، میدون نمیدادن، اصلا اجازه خودش نشون بده. خب در مقابل همون قدرت میومد بودجه میداد برای فیلم سینمایی، بودجه میداد برای انتشارات، تبلیغ، از طریق رادیو تلویزیون، نشریاتی که زیر حکمش بودن. میگفت کی هنرمند مهمه، اینو بیار بالا. آیا واقعا اون آدم هنرمند مهم بود؟ نه. ولی این دستگاهی که باید معقول و منطقی کار بکنه، قدرت به هم میزد. حال این یه سر زور قدرت، میگم قدرت در محلی یه ارزی که به همه چی تبدیل میشه و از اون برم هر ارزی میتونه به قدرت تبدیل بشه. به چه طریق؟ همین ستاره نظر به این ترمین. وقتی شما قدرت اقتصادی فوق العاده زیاد داشته باشید، میتونی روی به اصطلاح دستگاه سیاسی و خط مشی سیاسی مملکت تاثیر بذاری. دموکراسی پول میدید که کی انتخاب بشه، تبلیغ بر نظراتتون میکنید، یه در میاری جلو لانسه میکنید که حرفا شما رو پیش ببرن. مثلا اگه میخواید اقتصاد آزاد بشه، اقتصاددان لیبرال یا نو لیبرال میارید پول بهش میدید، جایزه بهش میدید، میارید جلو. خب ولی که دولت هم بیاد تو این خط، این مال اقتصادش. در مورد مذهب، مذهب وقتی قدرت داشته باشه، با موزه گیریش و با دادن یک گفتار مذهبی معین، میتونه برای قدرت سیاسی اشکال ایجاد کنه، خیلی ساده، که مردم رو به طرف مخالفت سوق بده یا اصلا به شروع علیه حکومت. در انقلاب دیدیم این از موضع مذهب بود که این قدرت رو که قاعدتا بر در حوزه سیاست متمرکز بشه وارد شده تحت تاثیر قرار. در مورد هنر، ما هنرمندان معترض داریم، هنرمندان طرفدار حکومت داریم، اونا حرفشون بالاخره جای اثر میذاره، اینو بگم. ولی هنرمندان معترض داریم، داشتیم، بسیار هم داریم که میگن آقا این حکومت اینش بده، اونش اینطوریه، اینا در مقابل حکومت موضع میگیرن و ایده زیادی به خودشون جلب میکنه. مشتری اولشون هم معمولا دانشجو. چند دهه به این عقب، همجوری به عقب تو تاریخ مملکت ما، از موقع دانشگاه ایجاد شده، از انقلاب مشروطیت به بعد که مثلا روشنفکری آمده، هنرمندی معنای پیدا کرده، دانشگاه پیدا شده، دانشجو مخاطب اولی و اصلی اینا بودن. ببینید با گفتار خودش هنرمند میتونه رو خط مشی سیاسی مملکت تاثیر بذاره. حالا کمی از یاد میتونه. این که گفتم قدرت یه ارزیه که همه جا قابل تبدیله، یعنی هم میتونه تاثیر بذاره، هم میتونه تاثیر بگیره، هر دو طرف. به این معنا من میگم سیاست اهمیت داره و مرکزیت داره، نه که زیربناست، نه که سیاست که توضیح بدی برای همه چی توضیح دادی.
هیچ وجه. یه واقعیت تاریخی است که قدرت این امکانات رو داره و سیاست اهمیت مرکزی داره در حیات اجتماعی. حرف در نهایت خیلی هم جدید نیست، از دوران باستان افلاطون و ارسطو اینا گفتن است مسئله عمده در حیات انسان که جز اجتماعی نمیتونه باشه سیاست. به این معنا بعد درس کردم. بسیار خوب، سپاسگزارم. در یک قسمت از مقالتون فرمودید که جمهوری اسلامی با اقتصاد برخورد پراگماتیک دارد. یعنی چه دکتر کامران؟ پراگماتیک به این معنی که بر اساس یه فکر و ایدئولوژی و برنامه قبلی نیست. به این معنی که الان چه وضعیتی به کار من میاد، به من امکان میده که بهتر بتونم به هدفم برسم، سیاستم پیش ببرم. اون نوع اقتصادی که به این میخوره خوبه. یه موقع سوسیالیستی به درد این میخور، بلکه همه رو بزنن، هرچی از رژیم شاه که این دوره قبل از انقلاب مونده بود سعی کنن بکوبن، رفته بودن به اونها. بعد الان اومدن میگن سیاستتون اینجوری پیش میره، میخوام سازمان های اقتصادی بین المللی از ما راضی باشن. در این حال فرصتی هم هست بی‌نظیر برای چاپیدن. خب این یکی میگه به این معنا پراگماتیک. همون که راجب رفسنجانی هم میگفتن آدم پراگماتیکه، اون پراگماتیک بود برای که بگیره بذار جیبش دیگه، چیز دیگه نبود. بسیار خوب. در یک قسمت دیگه از مقاله فرمودید که تعریف دوباره درباره مستضعفین. تعریف دوباره درباره مستضعفین چرا و چگونه انجام شد؟ خیلی ساده است. در ابتدای انقلاب مستضعفین رو خمینی عملاً و اسلامگرها به طور کلی عملاً به عنوان معادل طبقات زحمتکش که اصلا پرولتاریا به کار برده گفتن مستضعفین ندارن، نیستن، نمیدونم چی بعد بهش داد و اینا. یه گرت برداری بود از ایدئولوژی چپ. این اواخر خامنه‌ای اومد مستضعفین دوباره تعریف کرد که اشخاصی هستن که از نظر فکری عقبن و اینا. خوب دوباره تعریف کرد دیگه مستضعفین دیگه، اون مستضعف پرولتر به کار نمیاد، این رو مستضعف به کار میاد. دوباره تعریفش کرد، نشستن قدرت دارن، میگن تا الان معنیش این بود، از الان معنیش اینه. بسیار عادی. در مورد ایدئولوژی اسلامگرا اگر ممکنه کمی توضیح بفرمایید. راجع به ایدئولوژی اسلامگرا در حقیقت خیلی طولانی میشه اگر میخواد توضیح عمده ای بده. بسیار هم گفتن میگن، ولی اگر بخوام خلاصه حضورتون عرض بکنم، مسئله اسلامگرایی چیست؟ این است که مذهب رو میگیره و به عنوان ایدئولوژی به کار میبره. ببین مذهب قاعدتا یه حوزه از حیات انسان که مسئله رابطه است با تقدس و دستیابی به رستگاری. قاعدتا این دیگه هم جمع ولی به اشکال مختلف. بینید وقتی شما اینو به عنوان ایدئولوژی بخواید به کار ببری، یعنی اینو تبدیل میکنید به برنامه سیاسی، نه برنامه مذهبی یا فردی، جمعی و سیاسی. و در این حالت که سیاسی میشه منطقش، منطق سیاست بر منطق مذهب میچربه. یعنی اون ایدئولوژی شما، مذهبی که ایدئولوژیش کردید و این ایدئولوژیشتون که بگید این مذهب اصیله، اسلام راستین میگفتن این حرفو که اینا میزنن، همون زمان میگن همینو میگن، میگن اسلام راستین اینه. خب این اسلام راستین آیا اون خط به اصطلاح منطقی طبیعی یا سنتی شده میکنه که مسئله رستگاری باشه یا مسئله منافع جمعی یک گروه رو داره بسیار تغییر میکنه که گروه نه فقط روحانیت ولی کل اسلامگرها باشن؟ شما وقتی مذهب رو میارید میخواد به عنوان ایدئولوژی استفاده میکنی، منطق کارتون منطق سیاسی که منطق مذهب نیست، هر ادعایی هم بکنید، چون یا شما در میدان سیاست از منطق سیاست پیروی میکنید امکان داره موفق بشید بجاتون بمونید، ولی اگر از این منطق نخواهید پیروی بکنید یا احیانا خلافش گام بردارید، فوری ثابت میشید. حکومتی که سرکار باشه بخواد خلاف منطق سیاست عمل بکنه ثابت میشه، همونطور که یه نفر شرکتی تأسیس بکنه خلاف منطق اقتصاد عمل بکنه، که فضا شما اون سرمایه که میذارید باید بازده داشته باشه، خب برشکست میشه، تموم شد رفت. و ایناشون به این قدرت بستن و میخواد این حکومت رو نگه دارن، منطق سیاست رو میاد بر منطق مذهب سوار میکنه و گفتاری هم که درست کردن، گفتار ایدئولوژیکی که درست کردن، یه مقدارش از اسلام اومده ولی از ایدئولوژی های دیگه هم وام گرفتن، هر چند به خودشون نمیارن، در خدمت این قدرت اسلامگرایی این. بسیار عالی، سپاسگزارم. دکتر کامران، به عنوان سوال آخر، اگر که
مردم ایران بخوان در مقابل این ایدولوژی اسلامگرا مقاومت بکنن چه میبایست انجام بدن با توجه به ماهیتی که فرمودید که هم توتالیتر و هم نئولیبرال هست؟ ببینید نکته اصلی اینه که اینا به چه عنوان اومدن اصلا صحبت از اسلامگرایی اینا میکنن، دین رو آوردن تو سیاست، آتی کردن با سیاست. علاج و چاره این جدا کردن دین و سیاست یا ملاحظید اساسا به تو قاطی. کاری که مردم ایران باید بکنن از نظر فکری و عملی پسراندن دینه به حد و حدود خودش، یعنی اول بیرون کردنش از سیاست و از خیلی جاهای دیگه که بهش مربوط نیست، هنر یا اقتصاد به دین مربوط نیست. کی گفتی که دین باید بیاد به شما بگه که مثلا اینقدر بهره بگیری یا نگیری؟ اینو بازار تعیین میکنه، بانک مرکزی تعیین میکنه، بازار داد و ستد های جهانی تعیین میکنه. این چی تو دین بیاد حرف بزنه؟ این اقتصاددان به شما میگه یه فضایی هست، یه واقعیتی هست، یه امکاناتی درش هست، یه شرایطی داره، من بر اساس اون مثلا میگه نه بهره اینقدر باشه. حالا به عنوان مثال عرض کردم. یا هنر که مثلا شما راجع به ائمه حرف بزنید، بچه معنوی و روحانی داشته باشه، عرفانی باشه، به تو چاهو هر کس بخواد میکنه، هر کس نخواد نمیکنه. برای هنر هم تعیین تکلیف کردن قبحش کمتر از تعیین تکلیف کردن برای سیاست نیست، بردش اونقدر نیست، چون برای سیاست زندگانی یک ملت رو نابود میکنه. اما اینکه کرده 40 سال گرفتار اینایی، در هنر هم همینطور لفه میزنه. ولی خب معمولا از آثار هنری مزخرف کسی نمیگیره، ولی از سیاست مزخرف میمیرن دسته دسته، خیلی روشن. خب مردم اگر بخواد از شر این خلاص بشن، این جواب درست رو به اسلامگرایی بدن، چون اما اصلا جواب رو سعی کردن بدن به خمینی، یکی میگه این مثلا آخونده قبلش خوب بود بیرم شام میارم، یکی بعد چی میکنم، ولی از حقا اینطوری آماتوری فولکلوریک رو پراکنده و بیپایه. نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی اینه که آقا جان مشکل وارد شدن دین در سیاست، دین رو باید از سیاست بیرون کرد، به زر کار بود به همین سادگی و به همین شرایط. اسم اینم لایسیته، اسم دیگری هم بهتر برای این نپذیرن، چون اگر بپذیرن با یه اسم دیگه مدعی بشه کسی میخواد این کار رو کنه، دروغ میگه و سر مردم کلاه خواهد گذاشت. اون مشکل این راه هست. بسیار عالی دکتر کامران. لایسیته رو جدایی دین از سیاست میدونید و نه مقابله و مبارزه با دین، درسته؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه، کاملا درسته. ببینید میگه دین یه حد و حدوده، کسی میخواد اصولا دین رو باش مقابله بکنی از بین ببره، دیگه اصولا برای دین اعتباری قائل نیست، مثل فرضاً سیاست بولشویکی در شوروی نتیجه هم نمیده، چون یکی از ابعاد حیات اجتماعی یه دم مؤمنه، به کسی هم مربوط نیست، مؤمنه ها تمام. و این یکی از جنبه هاشه. یکی دیگه اینه که میگه من این دین میخوام بزنم خودم میام راش. لایسیته از این ادعا نداره، نه اعتبار دین رو و اعتبار این حوزه رو و نه حقوق مؤمنان رو و نه به یه نوعی حقوق روحانیت رو نفی نمیکنیش کدوم نمیکنه، میگه نه من حد و حدود چقدر معین باشه همجا نمیتونی بیاد. اینه خیلی روشن، مسئله این نیستش که بخواد با دین اصولا در بیفته. با چی در میفته؟ با دخالت دین، وارد شدن دین به جایی که بهش مربوط نیست. و از اونجایی که با خود دین، نفس دین نمیشه در افتاد، چون یه فکریه در حقیقت، با اونایی که دین رو میارن اینجا، یعنی در درجه اول روحانیت و به طور کلی اسلامگرها طرفه، با اونا طرفه، نه با دین، نه با مؤمنا، نه با روحانیت، هیچ کدوم، با اسلامگرها و با تمام کسایی که معتقدن یا میگوشن که دین رو وارد جایی بکنن که بهش مربوط نیست و در سطح اون کد سیاست. اینه، وگرنه با دین اصولا هیچ مشکلی نداره، که هیچ محکمترین و استوارترین ضمانت آزادی دینی، آزادی دینی من همه ادیانها، نه فقط آزادی اسلام یا مسیحیت، اینا آزادی مذهبی، آزادی دینی لایسیته است. چون این آزادی رو هم برای مردم مؤمن تامین میکنه، هم برای روحانیتی که براش احترامش محفوظ میمونه وقتی سجا خود نشسته. اگر پا از گلیم دراز بکنه به این روزگار میفته که الان در ایران مردم آخونده بینه گوشگیر میرن میکشه. اینه. خیلی خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید دکتر کامران. زنده باشید. خواهش میکنم. من از تو خیلی ممنونم بعد این راهش که شروع کردید، براتون آرزوی موفقیت دارم. سپاسگزارم، زنده باشید. بینندگان و شنوندگان گرامی، از توجه شما هم بسیار سپاسگزاریم. به امید آزادی ایرانمان، بدرود.
آمد دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی تو جا بدان دشمن از تو سنگه خاره ای من آهن جان من فدای خاک پاک میهنم